نشست مجمع اسلو درباره تحولات افغانستان و مسائل جهان با شرکت نمایندگان کشورهای غربی، هیئت حکومت سرپرست، برخی از چراهای سیاسی و فعالان مدنی به روز سه‌شنبه برای سه روز در پایتخت ناروی برگزار شد. وزیر خارجه ناروی در گفتگو با خبرگزاری ناروی گفته است که این نشست به سود اسلو و کابل است. در مراسم بزرگداشت از 20مین سالگرد نشست اسلو، نخست وزیر ناروی درباره اهمیت گفتگوها به هدف برطرف شدن منازعات و سرمایه گذاری درباره صلح سخن گفته است. من فکر میکنم آنچه در این سالها درک کرده ایم و روی آن سرمایه گذاری کرده ایم، نیاز واقعا سرمایه گذاری بر روی مهارت‌های میانجیگری، تسهیل و درک تعارض است. گاهی اوقات این به این معنا است که در مکان مناسب، در زمان مناسب با افراد مناسب باشید. ما باید روی صلح سرمایه گذاری کنیم، هرچقدر هم که ناامید کننده به نظر می رسد. نشست ناروی توسط NGO های ترتیب شده که تخصص مذاکرات با گروه هایی که سابقه خشونت داشتند ایتو تخصص دارند و به حساب از حکومت خود پول می گیرند. کسانی که از کابل سفر کردند صلاحیت کدام مذاکره معنادار در اوجه ندارند. انتظار می رود که در این نشست تعهدهای امارت اسلامی به جهان نیز به بررسی گرفته شود. در همین حال رئیس دفتر هیئت ناروی برای مهاجران در افغانستان حضور نماینده حکومت سرپرست در این نشست و رایزنی درباره مشکلات بشری مردم افغانستان را اقدام خوب و مهم می داند. ما می دانیم که نمایندگان بسیاری از کشورها در این نشست اشتراک خواهند داشت و این نشست فرصت بزرگ است تا درباره چالش‌ها و اوضاع بشری در افغانستان گفتگو شود. بحران انسانی از جمله مشکلات اقتصادی که در حال حاضر ما در افغانستان با آن روبرو هستیم، تنها از طریق گفتگو قابل حل است. از سوی هم برخی از بانوان کشور میگویند که برگزاری چنین نشست‌ها در برطرف شدن چالش‌های زنان و دختران افغانستان اثر خوب نخواهد داشت. این مجلس هم ممکن یک هفته را در بر بگیره و یا سه روز را در بر بگیره، مجلس های چند روزه نمیتونه که وضعیت افغانستان تغییر بده. فقط اونجا بحث صورت میگیره. برگزاری چنین جلساتی هیچ منفعتی برای مردم افغانستان نداشته نداره، بخصوص و بویژه برای زنای افغانستان، زنایی که امروز از همه حقوق و حساسیشان باز ماندن. وزارت خارجه پاکستان پیش از این در بیانیه گفته است که حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه و آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در این نشست شرکت می کنند. در سال 1400 هجری خورشیدی نیز نشست ناروی برای افغانستان برای سه روز با حضور سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست، نمایندگان جامعه مدنی و متحدین ناروی برگزار شده بود.